سلام، پنجشنبه 10 آبان 97، اول نوامبر 2018 میلادی. در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه دعوت شده به دور جدید اعتصاب کامیونداران که تاکنون از شهرهای زنجان، اسلوی، نهاوند و شاهرود فیلم ها و عکس هایی فرستاده شده. در این دوره جدید از اعتصاب کامیوندارا به خواسته های قبلی اونها، خواسته آزادی همکارانشون که بازداشت شدند هم اضافه شد. هاشم خواستار از فعالین صنفی معلمان که 10 روز پیش بازداشت شده و به بیمارستان روانی ابن سینای مشهد منتقل شده، کماکان در این بیمارستان در بازداشت به سر میبره. خانواده او در این مدت موفق شدن تنها یک بار او رو ببینند و این شگرد جدید دستگاه اطلاعاتی کشوره که فعالین مدنی و صنفی و سیاسی رو بخواد به بیمارستان‌های روانی ببره. نجمه واحدی و هدا امید، دو فعال حقوق زنان که 60 روز پیش بازداشت شدند، گفته میشه که اتهامی که به اونها تفهیم شده اتهام جدیدی است تحت عنوان براندازی خانوادی. اتهامی که در دستگاه قوانین کشور جایی نداره و احتمالاً روش جدیدی است علیه فعالین حقوق زنان. موضوع دوم اینکه کشورهای اسکاندیناوی مشترکاً بیانیه‌ای رو صادر کردن در حمایت از دانمارک، یعنی نروژ، سوئد، فنلاند، ایسلند به همراه دانمارک که کشورهای اسکاندیناوی محسوب میشن، موضع مشترکی رو اتخاذ کردن در مورد توطئه ترور توسط جمهوری اسلام. نروژ سفیر ایران رو در اسلو احضار کرده و البته در سوی مقابل آقای ظریف این مسئله ترور یکی از رهبران عرب در دانمارک رو کار موساد دانسته که خبر رسانی کرده و جدولی رو هم آقای ظریف تهیه کرده و گفته که همه اینها توطئه های اسرائیل و سازمان امنیت اون موساد. تلویزیون اسرائیل خبر داده از اینکه یک ویروس بسیار نیرومند در سیستم تلفن های همراه ایران بدتر از استاکسنت وجود داره. البته مسئولیت نپذیرفته اسرائیل، ولی خود این خبر رسانی نزدیک به 1 هفته بعد از اینکه مسئول پدافند غیرعامل ایران هم خبر داده بود از اینکه حتی تلفن آقای روحانی کنترل میشه و ویروسی بدتر از استاکسنت در سیستم ایران وارد شد. موضوع سوم اینکه بانک مسقط متعلق به کشور عمان از ایرانی ها تعهد داره میگیره که اگر در اونجا حساب دارند حق تجارت و انتقال پول رو ندارن. به این ترتیب عمان هم به استقبال تحریم های امریکا که از 4 روز دیگه به اجرا در میاد، 3 و 4 روز آینده رفته و ترکیه هم اعلام کرده که از اول نوامبر، یعنی امروز، از ارائه خدمات سوخت رسانی به هواپیماهای خطوط هوایی ایرانی معذوره به دلیل اینکه تحریم های امریکا شامل سوخت رسانی هم خواهد شد. موضوع چهارم اینکه دولت یمن که تحت حمایت عربستان هست و حوثی‌ها، هر دو طرف اعلام آمادگی کردند برای مذاکره. اما جالب، هم عربستان در ریاست
ائتلافی که تشکیل شده و هم ایران که پشت حوثی ها هستند و در واقع یک جنگ نیابتی رو در یمن می کنند، هر دو دولت هاشون سکوت کردند. اما در عوض وزیر دفاع امریکا آقای ماتیس فشار آورده و یک مهلت 30 روزه تعیین کرده تا دو طرف به آتش بس برسند. وضعیت انسانی در یمن اسفناک، 14 میلیون نفر در خطر گرسنگی جدی قرار دارند که بیش از نیمی از آنان کودک هستند. از بین کودکان هم 2 میلیون از این کودکان زیر 5 سال دارند و از سوء تغذیه حاد رنج میبرند. بنیاد گیتس متعلق به آقای بیل گیتس و همسرش اعلام کرده که همکاری های آتی خودش با بنیاد خیریه محمد بن سلمان رو به حال تعلیق در میاره، پروژه های موجود رو اجرا میکنه، ولی برای پروژه های آتی با توجه به قتل جمال قاشقچی از همکاری معذوره. موضوع پنجم اینکه آقای رئیسی خبر داده از اینکه یگان حفاظت آستانه قدس درست شده. ضرورت این کار چی هست؟ کسی نمیدونه، گفته برقراری امنیت و آرامش خاطر زائران، ولی بیشتر به نظر میرسه حضرات برای خودشون دارن نیروی مسلح دست و پا میکنن و مثل جنگ سالارهای افغانستان دارن خودشون رو برای شرایطی که احتمالاً هر کسی مسلح خودش رو داشته باشه و سنگربندی بکنه آماده میکنن. آقای جوادی آملی به دیدار آقای شبیری زنجانی رفت و با این کار خودش دهنکجی به شیخ محمد یزدی کرده که کار خوبی هم هست، کاری که در واقع روحانیون قم همگان می توانند از اون تبعیت کنند و یک نوع مقاومت مدنی رو در مقابل زورگویی های آقای خامنه ای و نمایندگانی مثل شیخ محمد یزدی به نمایش بگذارند. با اتمام مراسم راهپیمایی 40 که کاری عبث و بی حاصله که جمهوری اسلامی سالیانه میلیاردها در اون خرج میکنه اعلام شد که 46 زائر ایرانی مجموعاً فوت کردن که 15 تا اونها گفتن مرگ طبیعی داشتن، ولی بقیه 31 نفر در تصادف جاده‌ای و غیره کشته شدند. ضمناً در این مراسم امسال هم گرفتن ارز دولتی در عراق با افتضاحات و بی‌نظمی‌ها توأم بود و هم در بازگشت کسانی که رفته بودند با انواع تضییقات و گرانی‌ها مواجه شدند و گاهی در کامیون‌های حمل بار حمل و نقل شدند و سوء مدیریت در این مراسم امسال موج می‌زد. اما موضوع آخر این که جناب سردار سعید قاسمی که قبلا هم زبان درازی های زیادی کرده بود گفته که مرگ روحانی تا پایان امسال فرا میرسه و اگر دست ما نرسد خدا لب استخر خفت او رو میگیره. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.